حقوق بشر در ایران و فعال حقوق بشر هستند که در مورد وضعیت دراویش گناه‌آلودی صحبت خواهند. با عرض سلام و تشکر از سازمان غیردولتی سودوین برای برگزاری این جلسات. مراکز مختلف فشار نسبت به دیگراندیشان مذهبی و دارندگان اعتقادات متفاوت و پیروان خرد آیین‌ها حتی پس از روی کار آمدن دولت موسوم به امید و تدبیر هنوز در حال ادامه دادن به فعالیت‌های سرکوبگرانه خودشون هستند که تا امروز حتی کوچکترین نشانی از اعتدال در جامعه به نفع پیروان ادیان و مذاهب متنوع در ایران مشاهده نمیشه. اگرچه دکتر حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خودشون وعده‌های مشخص و مکرری پیرامون حفظ اعتبار اقلیت‌های دینی داده بودند، ولی می‌بینیم که هنوز گروه‌های فشار همچنان به تبلیغ بر علیه اقلیت‌های مذهبی مشغول هستند و با فرستادن عناصر بسیجی طلبه‌هایی که در واقع به عنوان مبلغ آموزش دیدند، منبرهای مساجد را در شهرها و روستاها بر علیه اقلیت‌های مذهبی آشفته می‌کنند که این وضعیت در مورد دراویش با شدت بیشتری ادامه داره و پیگیری میشه. در حال حاضر وکلا و حقوقدانانی را داریم که به جرم دفاع از حقوق موکلین درویش خود که وکالتشون رو به عهده داشتن، اکنون خودشون در زندان اوین هستند و در حبس به سر میبرن. در واقع بیش از 2 سال هست که 7 وکیل و حقوقدان درویش به جرم اعتقاد به درویشی در زندان اوین بین بندهای 209 و 350 در رفت آمدند که به لحاظ جسمی بسیار خسته و افسرده شدند و سلامتیشون در معرض تهدید جدی قرار گرفته. و یا در شیراز دراویش دیگری در بندهای عبرت و عمومی زندان عادل‌آباد و بند امنیتی موسوم به بند 100 سرگردان هستند. 2 تن از این دراویش برای احقاق حقوق سایر دراویش دست به اعتصاب قضای 91 روزه زدند تا اینکه سرانجام مقامات امنیتی مجبور شدن با خواسته اونها در مورد تغییر سلول‌ها و بندهای این 7 زندانی درویش محبوس در زندان اوین از بند 209 به بند 350 موافقت کنند، که البته در حال حاضر دراویش دیگری نیز هستند که در بند 350 همین زندان اوین به سر می‌برند. لازم به ذکر که غالب این دراویش علی‌رغم طول مدتی که در زندان قرار داشتن هنوز بهشون تفهیم اتهام نشده و یا اگر هم براشون حکمی صادر شده به خاطر جرائم غیر واقعی نظیر اخلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، تلاش برای سرنگونی نظام و توهین به مقام رهبری بوده که مورد اتهام قرار گرفتن و به خاطر همین جرائم واهی و غیر واقعی این دراویش رو در حبس قرار دادن. یکی دیگه از موارد جرم که سبب بازداشت دراویش شده، فعالیت‌های رسانه‌ای و خبررسانی دراویش از طریق بروز نگه داشتن سایت خبری مجذوبان نور هستش که ماموران فشار امنیتی تا به تحمل فعالیت قانونی و معمولی و بگاه مجذوبان نور رو بر نمیتابند و بارها تلاش برای مسدود کردن این سایت خبری انجام دادن و یا اینکه با تصرف و تعطیل دفتر مرکزیشون و بازداشت کلیه اعضای اون دفتر سعی در ایجاد اختناق مطلق به روی دراویش داشتن، که البته در این میان هم سایت ها و وبلاگ های متعددی وجود داره که وابسته به مرکز فرق و ادیان در قم هست که همچنان بر علیه دراویش فعالیت میکنن، که چند نمونه از آدرس های اینترنتی اونها از این قرار هستند: didebansenter.com، فرقنیوز.com، adyannet.com، adyannews.com، خرقه.بلاکفا.com و رسانیوز.com. بنا به نوشته سایت دیدبان، استراتژی سالهای آینده مرکز فرق و ادیان در قم عبارت است از برهم زدن نظم در میان دراویش از طریق عوامل نفوذی، فشار به روی تک تک اعضا برای دست کشیدن از درویشی، ایجاد تفرقه در جمع دراویش و بین سران آنها، فشار برای تعطیل مراکز درویشی در شهرها و شهرستانها،
استفاده از اهرم قوه قضاییه برای صدور مجوزهای قضایی جهت ایجاد تضییق و فشار نسبت به دراویش و زندانی کردن آنها، اخراج دراویش از پست‌های دولتی و تلاش برای ابطال جواز کسب و کار اونها در مشاغل خصوصی. دولت دکتر حسن روحانی تا کنون هیچ نشانی از ایجاد تغییر شرایط و شکستن جو ارعاب نسبت به دراویش و احقاق حقوق دراویشی که پیرو دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری هستند انجام نداده است. طبق آخرین خبر دریافتی، آقای کسرا نوری، یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی و یکی از دراویش محبوس در بند عبرت عادل‌آباد شیراز که از مدافعان حقوق دراویش هستند، از حق ملاقات هفتگی با خانواده خود بدون هیچ دلیل موجهی محروم گردیده و این حرکت غیر موجه مسئولین زندان در دنباله یورش دو هفته پیش ماموران یگان حفاظت اطلاعات زندان بوده که با بکارگیری زور و ضرب و شتم اقدام به تراشیدن ریش و سبیل 5 زندانی درویش نموده بودند که از اون زمان تا کنون علاوه بر این که از حق هر گونه تماس تلفنی محروم شدند، بلکه هر هفته فشارها بر دراویش و خانواده اونها بیشتر میشه. با سپاس فراوان از همگی. با تشکر از جناب آقای فیشتامی، سخنان بعدی ما جناب